بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شاگردان گرامی، امیدوار هستم در صحت کامل باشید. محسن زینعلی هستم و موضوعات مربوط به ریاضی صنف دهم را کار میکنیم. آخرین موضوعی که خوانده شده مربوط به عملیه های چهارگانه بالای اعداد موهومی بوده. درس امروز ما ریاضی صنف دهم فصل ششم، امروز جمع، تفریق و ضرب اعداد مختلط را می‌خوانیم. ما در برنامه قبلی در درس گذشته جمع، تفریق، ضرب و تقسیم عدد موهومی را خواندیم و در درس امروز جمع، تفریق و ضرب اعداد مختلط را می‌خوانیم، یعنی اعدادی که هم قسمت حقیقی دارند و هم قسمت موهومی دارند. خب پیش از این که عملیه ها را بالای اعداد مختلط بخوانیم، اعداد مساوی مختلط را مورد بررسی قرار میدیم. دو عدد مختلط وقتی با هم مساوی میباشند که قسمت های حقیقی و موهومی هر دو عدد با هم مساوی باشند. مثلا زید یک مساوی به ای جمع بی آی و زید دو مساوی به اکس جمع وای آی. گفته شده x و a مساوی باشن، y هم با b مساوی باشه. وقتی این دو عدد مختلط با هم مساویه، یعنی حقیقیشان که x و a با هم مساوی باشه، ضرایب i که موهومی است با یکدیگه مساوی باشه، y و b. خب مثال اول، اگر زید یک مساوی x یک جمع دو y یک i و زید دو مساوی سه منفی پنج آی باشه، زید یک هم مساوی زید دو است، اکس و وای را از اینجا به دست بیارید، اکس یک چند است و یک چنده. شاگردان گرامی، به خاطر حل این سوال باید از مساوات و معادله استفاده شود. قسمت حقیقی را با هم مساوی قرار بدیم و قسمت موهومی را با یکدیگه مساوی قرار بدیم. خب زید یک مساوی است به مساوی به x1 جمع 2 y1 i، زید 2 مساوی است به زید 2 مساوی به 3 منفی 5 i، منفی 5 i. خب x1 خب بسیار آسان هست، x1 مساوی به 3 بوده، حقیقی با حقیقی مساویه، x1 مساوی به 3 و ضریب i قسمت موهومی با ضریب i باید مساوی باشه، یعنی 2y1 مساوی به منفی 5. هر دو طرف را به 2 تقسیم میکنیم که y1 مساوی میشه به منفی 5 بر 2. این دو عدد مختلط در صورتی با یکدیگه مساوی هستند که x یکش 3 و y یکش منفی 5 بر 2 باشه. شاگردای عزیز، با در نظر گرفتن این سوالی که حل شد، سوال فعالیت را کار کنید. این سوال حل شوه تا همین موضوع عدد موهومی و عدد مختلط مساوی را بهتر یاد بگیرید. خب در ادامه عملیه جمع عددهای مختلط را می‌خوانیم. اعداد مختلط را چطور جمع کرده می‌تونیم؟ خب زید یک مساوی به ای جمع بی آی و زید دو مساوی سی جمع دی آی. خب شاگردای عزیز، به نظرتان قسمت حقیقی زید یک کدام است؟ آفرین، ای قسمت حقیقیه. قسمت موهومی کدام است؟ بی آی. خب زید دو هم حقیقیش سی و موهومیش هم دی آی هست. گفته شده این دو عدد مختلط را با یکدیگه جمعشان کار کنید، مجموعشان خواسته. خب زید یک جمع زید دو، باید ای جمع بی آی را با سی جمع دی آی جمع کنیم. طریق حل سوال، حقیقی با حقیقی جمع شوه ای جمع سی، موهومی با موهومی جمع شه بی آی جمع دی آی، که میتونیم آی را مشترکم بگیریم بی جمع دی. پس حاصل جمع دو عدد مختلط عبارت از عددی است
که قسمت حقیقی از جمع قسمت‌های حقیقی و قسمت موهومی از جمع قسمت‌های موهومی به دست آمده باشه. مثال دوم، زید یک مساوی دو منفی سه آی و زید دو مساوی سه جمع چار آی. گفته زید یک جمع زید دو را به دست بیارید. خب شاگردای عزیز، جمع اعداد مختلط مشابه به ساده سازی افاده های الجبری است. حدود مشابه را که جمع میکنیم، زید یک مساوی به چند است؟ زید یک مساوی دو منفی سه آی، دو منفی سه آی. و زید دو در این سوال مساوی است به؟ زید دو مساوی به سه جمع چار آی هست. سه جمع چار آی. گفته زید یک جمع زید دو را به دست بیار. جمعشان خواسته، زید یک جمع زید دو. خب حقیقی کدام است در زید یک؟ آفرین، دو. در زید دو حقیقی کدامه؟ آفرین، سه. جمع ای دو عدد مساوی پنجه. حقیقیش جمع کردیم. موهومی منفی سه آی هست، عدد دومم چار آی. به نظر شما منفی سه آی جمع چار آی مساوی چند است؟ آفرین، مثبت آی هست. پس جواب سوال پنج جمع آی هست. زید یک جمع زید دو. خب یک گپ دیگه که بسیار مهم هست، عنصر عینیت در جمع عدد مختلطه. شاگردای عزیز، صفر جمع صفر آی، عدد صفری مختلط، صفر جمع صفر آی میشه عنصر عینیت جمع. به خاطر از این که اگه ما یک عدد مختلط را با صفر جمع صفر آی جمع کنیم، حقیقیش جمع صفر، پس خود حقیقی بی آی جمع صفر آی هم پس خود بی آی خودش برای ما میده. پس اگر گفته شد عنصر عینیت در عدد مختلط کدام هست در جمع عدد مختلط، آفرین، میگیم صفر جمع صفر آی هست. همچنان معکوس جمعی ای جمع بی آی منفی ای منفی بی آی هست. معکوس جمعی عدد مختلط تمام علامه رو تغییر میدیم، منفی ای منفی بی آی. چرا منفی منفی بی آی؟ اگر عدد مختلط را با معکوس خودش جمع کنیم، ای منفی ای شوه، مثبت بی آی منفی بی آی شوه، صفر جمع صفر آی را بر ما میده، صفر به دست میایه. به همین دلیل معکوس جمعی علامه را تغییر میدیم. خب سوالی که آمده از بخش جمع هست، 3x منفی وای آی جمع 5x جمع 3 وای آی. سوال از بخش جمع اعداد مختلط هست. عدد مختلط اولی 3x منفی وای آی هست جمع عدد مختلط دوم 5x جمع 3 وای آی هست. این سواله گفته شده جمع و تفریقش کار کنید. خب 3x حقیقیه، جمع 5x شوه میشه 8x. مثبت 3 وای آی منفی وای آی شوه، مثبت 2 وای آی به دست میایه. 8x جمع 2 وای آی میشه جمع ای عدد مختلط. خب شاگرده عزیز، درس بعدی عملیه تفریق اعداد مختلط هست. حاصل تفریق دو عدد مختلط عددی است که قسمت حقیقی آن از حاصل تفریق قسمت‌های حقیقی و قسمت موهومی آن از حاصل تفریق قسمت‌های موهومی به دست آمده باشه. A جمع B آی این بار منفی C جمع D آی هست. خب از A C را منف می کنیم، A منفی C، و از B آی D آی را منف می کنیم که می تانیم آی را مشترک بگیریم، B منفی D می مانه. مثال اول و مثال دوم از بخش تفریق ما تشریح می کنیم. مثال اولی که داده شده، منفی 4 جمع 3 آی هست، منفی خب 6 آمده، منفی 7 آی، منفی 7 آی حاصل تفریق خواسته. منفی 4 جمع 3 آی خودش است،
منفی را ضرب بزنید میشه منفی 6 مثبت 7 آی. در تفریق و علامات تغییر میخوره، حقیقی با حقیقی حل شوه، منفی 4 و منفی 6 میشه منفی 10، مثبت 7 آی مثبت 3 آی هم میشه مثبت 10 آی. جواب سوال اول منفی 10 جمع 10 آی هست. سوال دوم 12 منفی 5 آی منفی 8 منفی 3 آی. سوال چطور کار کرده میتونیم؟ خب باز هم تفریق دو عدد مختلط، 12 منفی 5 آی منفی 8 منفی 3 آی. اولین عملیت تغییر علامه عدد مختلط دومه، 12 منفی 5 آی منفی 8 مثبت 3 آی، علامات تغییر کرد. خب ادامه، 12 منفی 8 شوه چند میمانه؟ اگه از 12 8 کم کنیم 3 باقی، 4 باقی. اگر از 12 8 کم کنیم 4 باقی. منفی 5 آی مثبت 3 آی چنده؟ آفرین، مختلف العلامه تفریقش کار کنیم، منفی 2 آی میمانه. 4 منفی 2 آی حاصل تفریق مثال دومیه، حقیقی با حقیقی و موهومی با موهومی تفریق شوه. خب سوالات کانکور سالهای قبل. سوال اول، سوال بسیار ساده هست، من مطمئنم بدونه که نوشتگان جوابش پیدا کرده میتونید. زید 1 مساوی منفی 10 آی، زید 2 مساوی منفی 5، زید 1 منفی زید 2 را خواسته، زید 1 منفی زید 2 را خواسته، میشه منفی 10 آی مثبت 5، که میتونیم بگیم 5 منفی 10 آی. منفی 10 آی مثبت 5، مثبت 5 منفی 10 آی جواب سواله. و سوال دوم، خودتان بگید، زید 1 مساوی 9، زید 2 مساوی 4، زید 1 منفی زید 2 مساوی به کدام یکی از این 4 جواب هست؟ آفرین، چهارم میشه 9 منفی 4 آی. این نتیجه و جواب سوال هست. دو سوال بود بسیار ساده. به خاطر درک بهتر موضوع، شاگردای گرامی، شاگردای عزیز، حتما سوالای کارخانگی که انتخاب شده و از خود کتاب مکتبه یا را کار کنید تا جمع، تا معکوس جمعی این موضوعات را بهتر یاد بگیرید. خب بعد از اینکه این دو تمرین شما کار کردید، موضوعی که در کتاب مکتب آمده مربوط به ضرب عدد مختلط هست، در ضرب عدد مختلط گپ مهم آی مربع مساوی منفی 1، این موضوع را خواندیم، توانهای آی مهمه. بعد از او اگر زید 1 ا جمع بی آی و زید 2 سی جمع دی آی باشه، ما به خاطر ضرب مشابه به ضرب پولینوم با پولینوم به ترتیب سوال ضرب میزنیم تا نتیجه به دست بیایه. همین رابطه را مدد تخته حلش کار میکنیم و تشریح میکنیم. خب دو عدد مختلط را داده و حاصل ضربشان را گفته کار کنید. سوالی که ما در این قسمت داریم، زید 1 ضرب زید 2 هست، عدد مختلط اول ضرب عدد مختلط دوم. عدد مختلط اول ا جمع بی آی هست، ضرب عدد مختلط دوم که عدد مختلط دوم سی جمع دی آی نشان داده، سی جمع دی آی. خب شاگردای عزیز، اول ا را باید با این سوال ضرب بزنیم و بعد از اون بی آی باید ضرب شوه. با ترتیب عملی ضرب و ساده سازیشان را کار میکنیم. خب اگر ضرب بزنیم ا ضرب سی باید شوه، ا ضرب سی میشه ا سی، ا ضرب دی آی شوه که میشه ا دی آی. خب بی آی ضرب سی شوه که میشه بی سی آی، و بی آی ضرب دی آی شوه که میشه بی دی آی ضرب آی، هم خو آی مربع هست. خب حقیقی سوال اگه ما در نظر بگیریم،
آی مربع منفی یک از ضرب بی دی شوه منفی بی دی، ای سی منفی بی دی باید شوه قسمت حقیقی است، ای سی منفی بی ضرب دی. و اینجا میتونیم آی را مشترک بگیریم که قسمت موهومی هست، ای دی جمع بی سی ایم ضریب آی هست. این میشه حاصل سوال. شکل عمومی سوال ای جمع بی آی و شکل معیاری و استاندارد تبدیل شده. خب شاگردای عزیز، مثال های عددی هم و همین ترتیب قابل حل هست. مثلا 5 منفی 4 آی ضرب 7 منفی 2 آی، حاصل ضربشان خواسته. سوال ما در این قسمت نوشته میکنه، ما عملی ضربشان کار میکنیم. سوال از 5 منفی 4 آی ضرب 7 منفی 2 آی، 7 منفی 2 آی. خب ضرب سوال، اول 5 با هر دوی از یا ضرب بزنیم. 5 ضرب 7 35، 5 ضرب منفی 2 آی منفی 10 آی، منفی 4 آی ضرب 7، 4 ضرب 7 28، آی خودش است، منفی ضرب منفی مثبت، 4 ضرب 2 8، آی ضرب آی آی مربع. خب حدود مشابه جمع و تفریق شه. شاگردی عزیز میفهمید که این میشه منفی 8، آی مربع منفی اگه ضرب 8 منفی 8. خب 35 منفی منفی 8 شوه 27 بر ما میده، منفی 10 آی منفی 28 آی هم علامه اگه جمع شوه منفی 38 38 آی را بر ما میده. این میشه حاصل ضرب و ساده سازی عدد مختلط، 27 منفی 38 آی. حتما سوال فعالیت را کار کنید تا بخش ضرب را بهتر یاد بگیرید. شاگرده گرامی در ادامه مزدوج یک عدد مختلط را میخوانیم. زید مساوی اکس جمع وای آی یک عدد مختلطه، مزدوجش به زید بار نشان میدیم، زیدی که بالایش خط آمده، اکس منفی وای آی هست، فرمول مربوط به مزدوج. بسیار گپ مهم است، قسمت موهومی را حتما باید تغییر بدیم که مزدوج بعد از بیاید. اگه یک عدد مختلط با مزدوجش ضرب شوه، اکس جمع وای آی اکس منفی وای آی، قانون های مطابقت، ای جمع بی ای منفی بی، میشه ای مربع منفی بی مربع، اکس مربع منفی وای آی کل مربع، آی مربع منفی یک ضرب منفیش مثبت. پس فرمول حاصل ضربش اکس مربع جمع وای مربع است. دو گپ مهم، عدد مختلط با مزدوجش جمع شوه، خب منفی وای آی با مثبت وای آی خلاص میشه، اکس جمع اکس دو اکس میمانه، قسمت حقیقی زید حاصل سواله. و تفریقشان، در تفریق علامات تغییر میخوره، میشه منفی اکس مثبت وای آی، اکس و منفی اکس خلاص، وای آی جمع وای آی دو وای آی، قسمت موهومی عدد مختلط حاصل سوال هست. خب معکوس ضربی، ای جمع بی آی مزدوج عدد مختلط، عدد مختلط است، ای جمع بی آی عدد مختلطه، مزدوجش میشه ای منفی بی آی، ای منفی بی آی. اگه ای جمع بی آی و ای منفی بی آی ضرب شوه خواندیم، میشه ای مربع جمع بی مربع. خب معکوس جمعی، مزدوج معکوس ضربی، سه درس سه موضوع است. معکوس ضربی ای جمع بی آی میشه یک بر ای جمع بی آی، یک بر ای جمع بی آی. باز در مثال های عددی می آید که ما یک بر ای جمع بی آی را باید با مزدوج مخرج ضرب بزنیم تا به شکل عمومی تبدیل شود، که اینجا یک فرمول کار کرده، ای جمع بی آی مزدوجش ای بر ای مربع جمع بی مربع منفی بی بر ای مربع جمع بی مربع آی شده، که البته من این موضوع را در مثال های عددی طریق حلش تشریح می کنم. سوال معکوس ضربی عدد دو منفی سه آی خواسته شده. شاگردای گرامی به خاطر از اینکه این سوال کار کنیم، دو منفی سه آی مزدوج ازی میشه دو جمع سه آی،
علامه موهومی تغییر میخورد. دو جمع از سه آی. معکوس جمعی این سوال میشه منفی دو مثبت سه آی. کل علامات تغییر میخوره. و معکوس ضربی مخرج نداره، مخرجش یکه. برعکس بساز سواله، یک بر دو منفی سه آی. خب ضرب مزدوج میزنیم، دو منفی سه آی مزدوجش دو جمع سه آی هست. صورت هم ضرب دو جمع سه آی شوه، مخرج هم ضرب دو جمع سه آی شوه. یک ضرب صورت پس خود دو جمع سه آی. و مخرج اگه ضرب بزنیم، فرمول یاد گرفتید، A مربع جمع B مربع، دو مربع جمع سه مربع. خب ادامه ی حل سوال، دو جمع سه آی خودش است، 9 جمع 4 13. در ادامه سوال جدا جدا نوشته میگنیم 2 بر 13 جمع 3 آی بر 13 هست، که این قسمت شکل استاندارد و معیاری رو به خود بگیره، ا جمع بی آی. گپ مهم شاگردای عزیز، اگر عدد مختلط با معکوس ضربیش ضرب شوه یک بد است میایه، که میتونید عملیه ضربشانه کار کنید. و موضوعی که در این قسمت آمده، x مربع جمع 4 تجزیهش گفته کار کنید. شاگردای عزیز، x مربع جمع 4 در ساحه اعداد حقیقی قابلیت تجزیه را نداره. x مربع جمع 4 فقط ما میتونیم با استفاده از مطابقت a مربع جمع b مربع یا توسط جمع و تفریق حدود مناسب به شکل جذری تجزیه سوال کار کنیم. اگه ایره به شکل عدد مختلط و موهومی تجزیهش کار کنیم، x مربع خودشه، مثبت 4 میتونیم نوشته کنیم منفی ضرب منفی 4، منفی ضرب منفی مثبته. x مربع خودش است، منفی هم خودش است، به جای منفی 4 میتونیم نوشته کنیم 4 آی مربع. و x مربع منفی به جای 4 آی 2 آی کل مربع نوشته شوه. ادامه دو قوس مزدوج تجزیه شه، x منفی 2 آی عامل ضربی اول و x جمع 2 آی عامل ضربی دومه. شاگردای عزیز، فعالیتی که آمده را حتما در خانه کار کنید تا موضوع بهتر یاد بگیرید و سوالات تمرین کار کنید تا درس را بهتر یاد بگیرید. تشکر که تا این لحظه را با ما بودید. تا برنامه بعد، بدرود.